روزبه اسکندری، مشاور ارشد سازمان آب از بریتیش کلمبیا از تورنتو با ما همراه میشه. آقای اسکندری، ایران آسیب پذیرترین کشور خاورمیانه از آشنا موندن در برابر گرمایش زمین، این به چه معناییه و چه دلیلی داره؟ بله، درود بر شما. ببینید، همونطور که در گزارش شما اشاره شد، تغییرات اقلیمی در ایران تاثیرش زیاد هست. تغییر اقلیم باعث میشده که زمستان‌ها گرم‌تر بشن، فصل بهار زودتر شروع بشه و پوشش گیاهی در ایران افزایش پیدا بکنه. خب ما میدونیم برای یک آتش‌سوزی مشابه آنچه در سرابان اتفاق افتاد، شما به سه عامل احتیاج دارید. اصطلاحا به آن مثلث آتش میگن، یعنی سوخت، اکسیژن و منبع گرما. خب هر چه سوخت بیشتر باشه یا پوشش گیاهی، آتش‌سوزی گسترده‌تر خواهد بود. اکسیژن سبب افزایش شدت آتش‌سوزی میشه و باد سبب میشه که این آتش از جای به جای دیگر منتقل بشه و در نهایت منبع گرما میتونه رعد و برق باشه، آتش روشن کردن در طبیعت باشه، پرتاب ته‌سیگار باشه یا بادهای داغ. خب ما میدونیم که در ایران در مخصوصا در چند دهه اخیر اثر تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی زمین خب بسیار زیاد هست. ببینید، این رو باید گفت که گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی به خودی خود علت آتش‌سوزی نیستن، اما میتونن تعداد، مدت زمان و در نهایت شدت آتش‌سوزی ها رو تغییر بدن که خب این در ایران باعث افزایش آتش‌سوزی های گسترده شده متاسفانه. اما این آتش‌سوزی هم که الان خبرش رو داشتیم، آتش‌سوزی که در سراوان، سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده، چقدر اون منطقه اصلا تجهیزات و امکانات این رو دارن که چنین آتش‌هایی رو مهار کنند؟ یعنی میخوام یه نگاهی داشته باشیم به اینکه استان‌هایی که محروم‌تر هستن انگار از این نظرها هم آسیب‌پذیرترن در معرض گرمایش زمین، در معرض آسیب‌هایی که به محیط زیست برمی‌گرده. بله، درست میگید نیوشا جان. استان‌های غربی ما در زاگرس و استان شرقی سیستان بلوچستان ما و در نهایت خوزستان ما استان‌های محرومی هستند و در اونها امکانات آتش‌نشانی به صورت منطقی وجود نداره. ما می‌دونیم سازمان مدیریت بحران وظیفه داره که ایستگاه‌های آتش‌نشانی رو در جاهای احداث بکنه که خطر آتش‌سوزی در آنها زیاد هست. به عنوان مثال در حاشیه رودخانه بهمنشیر، جایی که ما چند میلیون نفر نخل رو اونجا داریم و همینطور در سیستان بلوچستان ما، کمبود آب و ورشکستگی آبی هم مزید بر علت شده. شما باید منابع آب در دسترس داشته باشید و بتونید اصطلاحا با هلیکوپتر یا با تجهیزات دیگر بتونید بمب‌های آبی رو برای آتش بندازید تا بتونید آن رو مهار بکنید. خب در سراوان ما شنیدیم که مردم حتی دسترسی به خط تلفن هم نداشتند که بتونن سازمان آتش نشانی رو و نهادهای مربوطه رو مطلع کنند. بنابراین باز میرسیم به همون بحث مدیریت ناکارآمد محیط زیست به صورت کل و مدیریت ناکارآمد منابع آب به صورت خاص. بیشتر هم مثلا حالا اینجا که سیستان و بلوچستان از شمال کشور، مازندران و گیلان هم آتش‌سوزی های گسترده و از بین رفتن جنگل ها رو داشتیم، اساسا میشه خسارتی که اینها به محیط زیست وارد میکنه، این آتش‌سوزی ها، این بیابانی شدن ها، از بین رفتن جنگل ها رو جبران کرد؟ ببینید، جبران در واقع جنگل ها یا مناطقی که صدها و بعضا هزاران سال طول کشته که تشکیل بشن خب بسیار سخت است. ما نمونه های آتش های بزرگ رو اصطلاحا فارست فایر یا وایلد فایر رو در استرالیا، در کالیفرنیا، در جاهای دیگر دیدیم. نکته عجیب این است که مسئولین و کنشگران محیط زیستی در ایران در اونجا تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی رو مقصر میدونن، در اینجا مردم رو. کاری که باید صورت بگیره برنامه‌های کاهش و سازگاری است و به ویژه تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی. ما اول با تغییرات اقلیمی و توابع و آثاری که میتونه داشته باشه رو اول به خوبی بشناسیم، شرایط منطقه خودمون رو به درستی ارزیابی بکنیم و در نهایت با برنامه‌های مثل آمایش سرزمین یا امثال هم در واقع بتونیم با تغییرات جهانی مقابله کنیم. فراموش نکنیم که چند سال هست در ایالات متحده تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی تهدید اول امنیت ملی است در این کشور و در بسیاری از کشورهای دنیا، هم در کشورهای توسعه نیافته مثل ایران که اونها سازمان وزارت محیط زیست بیشتر سازمانی است تزیینی و بالا دست هم نیست، متاسفانه نمیتونن سیاست گذار بشن. حکمرانی محیط زیستی و در نهایت نگاه توسعه پایدار محور باید در ایران در واقع ایجاد بشه و تغییرات اقلیمی به عنوان یک پدیده جدی و تاثیرگذار باید بعد از این مورد توجه قرار بده. روزبه اسکندری، مشاور ارشد سازمان آب بریتیش کلمبیا از تورنتو، سپاسگزارم.